بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم سلام از میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین برنامه و وقت بیداری باز هم توفیق حاصل شد تا مهمان لحظات شما خوبان باشیم با برنامه به وقت بیداری بخش احکام و در خدمت سرور معزز من هستیم حجت الاسلام و المسلمین آجای رسولی سلام علیکم بسیار خوش آمدید علیکم <اليكوم> السلام و رحمت الله سلامت باشید موفق و منصور بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بینندگان عزیز و دنبال کنندگان گرامی در هر جایی که هستین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و موفق و پیروز باشید ما را از دای خیرتان فراموش نکنید امیدوار هستم که گپ گفتی که ما داریم و احکامی را که جواب سوال های شما دوستان عزیز و گرامی است برای همه و شما انشالله مفید بوده باشد در خدمت هست خیلی خوش آمان باشیم خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم ما بیشتر همچنین از خدمت اساتی دیگه هم برای من میشیم ما خوبی برنامه برای خود بنده یک برنامه خاصی هست مضافه بری که خوب اطلاعات خیلی خوبی هم گفته شنود میشه انشالله بینندگان عزیزی که بر حال چند روزی میشه بعضی از اینا سوالات چون از چند روز قبل است چلا که شاهد برنامه باشن و به جوابشان برسن خب بدون از دست دادن وقت میریم با اجازه شما استاد میریم سراغ سال اول بیننده از ایمان از جمهوری اسلامی ایران است بخیرم بله مثبت 98 915 4 نمبر آخر 22 59 ایشان سوال کردن که آیا با اسکل دوانی موتر سواری موتر سیکل سواری برای زنان ولی با این قید که حجابشان را رعایت کنن آیا مشکل شری داره یعنی؟ بسیار سوال خوبی است و خب معمولا در این ای ایام در کشورهای اسلامی خب این مسئله باب شده و تا حدودی بعضی اوقات ما در کلان شهرها و شهرهای خرد این قضیه را میبینیم که خانم‌ها در بایسکل یا دوچرخه سوار هستند از پیش انسان تیر میشه چون قضیه خیلی مهم است و ما گفتیم که بهتر است که رساله حضرت آیت الله لازم سیستانی رو بیاریم و این متنش از رویش بخوانیم و آدرسش هم برای بینندگان عزیز و دو بالکنان دیگر رو توضیح خب ما بارها همین رقم که محضر شما هستیم و بله محضر بله. بینندگان عزیز هستیم رساله جامع و تعبیر نوشته توضیح المسائل جامع حضرت آیت الله لازم سیستانی دارای چهار جلد. جلده و این مطلب در جلد چهارم در جلد چهارم اول با بحث ازدواج شروع شده یعنی مسائلی که درباره ازدواج اینجا مطرح میشه شروع شده بعد در باب ازدواج یک مسئله است بله مسائل متفرقه که احکام روابط زن و مرد یعنی قبل از اینکه به اصل ازدواج بپردازه احکام روابط بین زن و مرد یعنی قبل از بحث ازدواج به صورت مقدماتی در بخش چهارمش یا در رفرنس چهارمش گفتم مسائل متفرقه و اتفاقا در مسئله پنجا پس میشه رساله توضیح مسائل جامعه حضرت الله جلد, چار. جلد چار مسئله پنجا حضرت آقا این رقم میفرمایند که بر بانوان لازم است علاوه بر رعایت وظیفه حجاب خب حجاب کم رقم برها ما شما با هم دیگر گفتیم و بینندگان ما هم شنیدن و دیدن که حجاب اسلامی خانم به تمام اندام خودشه از نامحرم بپوشانه مگر گردی صورت و دسها تا مچ بنابراین اینا رو باید رعایت بفرمایید میفرماید که علاوه بر که حجاب اسلامی را رعایت میکنه در مقابل نامحرم از انجام حرکات و رفتارهایی که موجب جلب توجه نامحرم و مفاسد اجتماعی می شود برخی از مفاسد مفاسد اجتماعی یعنی اجتماع دچار چی میشه آسیب و گرفتاری میشه و خلاف افاف یعنی پاکدامنی حیا همو آزرم و شرمی که یک زن مسلمان مم. در مقابل نامحرم داره متانت متانت یعنی سنگینی که زن مسلمان داره سبک نیست به تعبیرش و شعن زن مسلمان می شود پس از این کارا که برخلاف حیا یا عفت پاکدامنی سنگینی و شعن زن مسلمان است محسوب میشه گفته باید چیکار کنیم اجتناب کنین مانند پس اصل مسئله اینجاست میگه مانند دو چرخ سواری یا موتور سواری که موتر موتور سواری هنر پیشگی یعنی بازی کردن در بعضی فیلم ها میاه هنر هنرپیشگی در بعضی از فیلم ها و سریال ها پرهیز نماید پس طبق نظر حضرت آیت الله العظم سیستانی دوچرخ سواری زن مسلمان در منظر و در محل دید نامحرم‌ها و در کوچه و سرک و خیابان با تمام قیدهایی که زد مخالفه و موجب جلب نامحرم توجه حتی اگر نامحرم. با رعایت حجاب باشه من از شما سوال میکنم حسین سید صاحب <applause> بینندگان از ممکنه چطور میشه یک زن در بایسیکل سوار شوه و او جاهایی که باید پوشیده شود ممکنه شما بگی پوشیده شده اما یاد شما هست بارها ما گفتیم علاوه بر که نقاط باید پوشیده شود برجستگی ها هم نباید نمایان باشه که اگر درست پوشیده شلوار داره دامن داره جوراب هم پوشیده اما طوری که برجستگی چی میشه مشخص نه. میشه از هر جایی که ما باز نمیکنیم نمی کنیم برای با اسکی سوال میشه خود خب. برجستگی ها نه. مشخصه بنابراین میفرمایید حالا در ادامه ایشان نتیجه میگیره و همین جهت برخی از ورزش ها توسط بانوان هر چند در آنها شرایط حجاب رعایت شود مثل همین نباید در معرض دید نامحرم قرار بگیره باز فس... دیگه میشه مثل ورزش سپورتی مثل فوتبال اینا میشه بس. حتی حمید چرخ سواری حتی حمید چرخ سواری که اگر در معرض و دید نامحرم نباشه موضوع به جلب توجه نشه یک جای سرپوشیده یا خلاصه یک مختص, مختص, مختص خود مختص بانوانه. بانوان دیدی نه ولی در خیلی پارک ها جاهای دیگه ورزش هایی که مختص به بانوان است انجام میشه پس بنابر این مشکلی نداره ولی در معرض دید نامحرم در کوچه و سرک خیابان مطلقا جایز نیست بسیار بس عالی سلامت باشید کامل جامعه و همین بیننده استاد سوال دیگه مطرح کردن خود جای داره میان پرسان بله آیا پیشنهاد ازدواج به زن شوهردار مشکل شعری دارد؟ یعنی چرا متاسفانه در این ایام ای قضیه هم زیاد شده یعنی به تعبیر میگن که زیر سر خانم نشست ام. گفت گفت از خودش تعریف کرد ام. که من این ای رقم مرد است تو چه رقم زن هستی؟ تو فرشته هستی گرفتار دیو شدی مم. گرفتار یک انسان نامرد حق تو ادا نشده اینجا حق تو ادا تو فرشته حیف است در چنگال یک دیو باشی اینقدر قدر میگه 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 تا خانم از نظر فکری دچار تزلزل میکنه مم. از نظر روانی دچار تزلزل میکنه خب این قطعا و وقتی این کارا رو گفت خودش خوب جلوه داد شوهر بد جلوه داد میگه خب حالا اگر شما جدا شوی از خانم ما با شما ازدواج بکنم با ما ازدواج میکنی یا ما ازدواج نمیکنیم در این زمینه هم خب حضرت های الله روزما بازم ما بهتر است که از, از قضیه از رویش بخوانیم چون خیلی قضیه شده بله, بله. این خدمت شما عرض کنم که در همو بحث هست بله در بحث بله ازدواج اما اول بحث ازدواج که شروع میشه یعنی در جلد چهار بحث ازدواج که اول شروع میشه چند مسئله که میگذره اصلا یک باب را باز کرده یک عنوان زده از آیت الله روزم سیستانی در صفحه 57 مسئله 62 پیشنهاد ازدواج بزن شوهر دار آقا میفرن پیشنهاد یا درخواست ازدواج به طور صریح پیدا مال داستان شما خدمت شما یا به طور کنایه <متحدث> کمی که تو فرشته هستی او دیو است دیوست. خلاصا ما هم مثلا سوپرمن هستیم بله بله نسبت به زنی که شوهر دارد یا در ایام عده طلاق رجعیه چون طلاق رجعی و طلاقیه که هر آن شوهر میتونه به خانم خودش چیکار کنه رجعه. مراجعه کنه ولی در عده طلاق با این او داستان جا پیاده مم. نمیشه چنانچه ترس آن باشد که زن از حقوق زوجیت سر باز زنه و قطعا از حقوق وقتی شما زیر پایش بشینی زیر پایش خالی کنی یا زیر سرش بشینی یه حرفها رو بگی قطعا او توقعش میره بالا و او مسائلی که در زناشویی باید رعایت شه او مسائل رعایت نمیکنه به تعبیر زن میشه ناشزه ناشزه دو نیست بارها گفتیم که ممکنه در ادبیات ما ناشزه دو باشه دو نیست ناشزه زنی زنی که اطاعت نمیکنه از شوهر خودش بلکه در غیر این صورت نیست خب حرامه حضرت های طلال وزنوسی اسلامی که که زن از حقوق زوجیت سر باز زند و ناشزه شود حرامه عشان. بل فتوا، بلکه در غیر این صورت نیست یعنی اصلا شما هر چیزی سر از زن بشینی و بگی و اصلا خود تعریف کنی شوهرش باید بگی این تعریف کنی اما در زن تاثیر نمیگذاره باز میفرم بنابر احتیاط واجب این کار جایز نیست, نیست. این هم توجه داشته باشین میگه فرق نمیکنه این کار حضوری بگه در پیامک بگه نمیفهم در فضای مجازی نه. بگه در هر جایی بگه این کار شفاهی باشه هر کار باشه این کار جایز نیست و مفاسد بسیار زیادی داره و ما دیدیم در خانواده ها که با واسطه همین کار یعنی کانون گرم خانواده از هم پاشیده ای شوهرش طلاق گرفته ز... مردم زن خودش چی داده طلاق داده, داده. بعدا به همه ممکن رسیده باشه ولی او زندگی زندگی نیست چرا چون زندگی که بر خرابه های زندگی قبلی بنا شود او فایده بانه. نداره بانه. بسیار تشاره. عالی تشکر میکنم ساده محترم سوال خوشحال سوالات دیگه هم داشته باشه ولی چون رسیدیم به زمان میان برنامه به اتفاق شما و بینندگانه محترم سری سر میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود همراه ما باشید سلام مجدد ارز میکنم خدمت شما بینندگان محترم و گرامی با برنامه به وقت بیداری مهمان لحظات شما عزیزان هستیم و در محضر سرور عزیزمان کاشناس محترم برنامه آجای رسولی استاد در سوالات خود زیاد است ولی خب من یه سوال هم انتخاب کردم چون الان بحث ما به این سمت رفته یه نزدیک هستش مثبت 93 افتاده هست چهار نمبر آخر 92 98 بیننده محترم ما سوال کردن شخص خانمش را متاسفانه به علتی که چند بار فرزند دختر آورده لطکوب میکنه و تهدید میکنه که اگر تو یک بچه یا پسر به دنیا نیاوری تو را طلاق میدیم اگر او را طلاق بدهد آیا زن حق طلب کردن مهریه را دارد یا نه؟ بسیار سوال خوبی است و اتفاقا جمعه عقب افتاده تقریبا میتونم بگیم جوامعی که توسعه نیافته حالا نگیم عقب افتاده مم. جوامعی توسعه نیافته مثل جامعه افغانستان که تا حدود مرد سالاریه قبیله حالت قبیله خوبی داستان ها درش زیاده خب در قدیم الایام چون مرد جنگجو بوده دفاع کننده از مثلا حیثیت نه. و آبروی قبیله بوده خب بالاخره روی مرد سرمایه گذاری بیشتر بوده بنابراین او دختر او خانمایی که بچه پسر بدن بچه به دنیا ما پسر به دنیا می خب مورد استقبال بوده تا او خانمایی که دختر به دنیا می آورد تقریبا منفور بودن که حتی در جاهلیت عرب دختر چی میکردن زنده به گور میکردن که خدای تبارک و تعالی میفرماید که در قیامت به با ای بال بالقتلت به با کدامین این گناه شما کشته شدید داستان مفصل وارد از قضیه مم. نمیشه ولی در عصر حاضر عصر علم ارتباطات تکنولوژی و عصری که خیلی چیزایی که قبلا مثلا 50 سال پیش برای ما روشن نبوده فعلا چیزی شده روشن شده نمیفهمم در کجا زندگی میکنن ولی متاسفانه استاد هنوزم دیده میشه متاسفانه و ما این خدمت شما عرض کنم امی کدام پسر دمی دورانی که دزدی هست سرقت هست قاچاق مواد مخدر است متاد شدن است و ایلا ان کدام پسر امو گلی که در سر پدر و مادر خود شده کدام است که این قدر ما نسبت به با جنس به اسلام مذکر تاکید فراوان داریم علاوه بر از این انسان چقدر جاهله شما میدونه علم الان ثابت کرده که پسری و دختری با مرد ارتباط داره زنی بنده خدا در این زمینه هیچ ای نقشی نداره میگن مثلا اسپرم مرد حاوی ایکس و وای و تخمک خانم اردویش ایکس و ای کی زمانی به پسر میشه زمانی که وای با ایکس خانم لقاه شوه <applause> که اگر ایکس مرد با ایکس خانم لقاح, لقاح شوه دختر, دختر میشه پس بنابراین زن هیچ نقشی نداره علم ثابت کرده این این نقش اولیه مال خود مرده م. حالا برخی از میگه تغذیه و نمیفهم ورزش کردن و برخی از دعا اینو تاثیر م. داره اما تاثیر صد درصدی نیست تا حالا علم کشف نکرده که چطور درصد دخت پسر،, پسر شدن بیشتره از درصد دختر شدن ولی علم هنوز نکرده که چرا به علت بله علت هایی را ذکر کردن اما علت ها هیچ کدامش علت تامه نیست. نیست. پس بنابراین مردی که خودش مقصره در اینکه دخ... خانمش دختر میاره با زن مورد لتوکوب قرار بیته این رای خدای زندگی میشه رای خدای حق نداره لطکوب کنه اصلا ده دختر بیاره حق نداره لطف کنه و به این دلیل حق طلاق دادن رو نداره حالا اگر میخوای طلاق بده گپی نیست ولی این حق نداره خدا این حق بهش نداده که چون دختر خانم شما دختر شما میتونی رو چی کنی طلاق بده حالا اون میخوای طلاق بده یا اون چیزی دیگه نیست ولی شرع مقدس ای حق بهش نداده یعنی عیب نیست برای زن چون بعد از اوقات اکثر چیزا عیبه مثل نازا بودن زن و غیره ما شاء الله ولی دختر زا بودن این عیب نیست برای زن بله. که شما بخوای به خاطر از این عیب دختر زن طلاق بده اگر قرار باشه کسی شکایت کنه باید از این مرد شکایت کنه بله که این وسیله... ای قسمت سوالشون گفته اگر کار کرد و طلاق داد آیا این بله. میتونه بله مهره. بله 100 درصد این زن میتونه مهریه خودش از این خانو از این شوهر تا قران آخرش بگیره ظلم کرده تعدی کرده تجاوز کرده و میخواد با طلاق دادن آواره سرک و خیابان و خانه پدر و خانه برادر و خانه جای دیگر پس اوش داشته باشیم ما این کارا را انجام ندیم بر خلاف سیره اهل بیت باید. بر خلاف سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و, و, و پس چه فرق است بین ازی فرد و او عرب جاهلی که اذا بشر احدهم بالانسا زل وجه و مسود و هو کذیم وقتی که خبر دختر دختر, دختر, دختر دار شده رنگ سیاه, رنگ سیاه میشد بانه. بعد از 1400 سال آیا واقعا یعنی مردانگی و جوانمردی که یک شیعه مولا علی علیه السلام افکار جاهلی عرب سوسمارخور بت پرست خون ریز داشته باشه قطعا و در همون زمان میگه پیغمبر ما دست دختره میبسه. میبوسه و تمام بانه. قامت در مقابل دختر خودشان صدیقه طاهره سلام الله علیها حرکت میکنن نه تنها حضرت که ایشون به ایشون یعنی نظر خاص بود ولی بقیه زنان مورد تکریم و احترام رسول خدا بود چنان که برخی از یارا حالا ما نامیشه نمیگیم اینجی برخی از یارا نسبت به زنان خشن رفتار میکرد هم در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و رسول خدا از این کار نحن. نه صد ما یک از اندوران من خدا سه تا دختر خدا بهش داده بود خب آدم شاید دوست داره که خب پسرم داشته باشه خداوند مولود دیگه به اینا عنایت کرد دو, دو, تا دغلو آردوش دختر ولی باور کنید من خواه از زندگی می دیدم. تا زمانی که همون سه دختر داشت زندگی خیلی معمولی داشت از زمانی که دو تا نوگل دیگه آمد توی زنی چنان ماشاءالله از لحاظ اقتصادی از همه لحاظ پیشرفت کرده و میگه که ای حتما همین برکت از همین هستش که و خیلی هم دوست داره میگه واقعا دختر برکت است اگر ما بینندگان عزیز دید نگاه کنن که واقعا وجود دختر توی زندگی میتونه برکت باشه جناب حسینی دختر رحمت الهیه پسر نعمت است نعمت خدای تبارک و تعالی میپرسه از انسان که چه کردی با این نعمت مه. ولی از رحمت نمیپرسه خدای تبارک و تعالی که با رحمت من چه کردی پس بنابر این رحمت مرحله بالاتر از نعمت یعنی نعمت انسان داره بعد رحمت خدای تبارک و تعالی او عنایت میکنه بسیار عالی مثبت 93 77 25 48 بیننده عزیز ما سوال کردن که من دختری هستم رشیده آیا برای رفتن به زیارت و مسافرت اجازه کسی برای من لازم است یا خیلی؟ در این زمینه خدمت تانست کنم که قانون به اسلام مدنی میگه که اگر دختر به سن به سلام قانونی برسه هیچ کس به اسلام نسبت به ای که کجا بره کجا نره چی کار بکنه چی کار را نکنه اینا کسی برای ولایت نداره الا در امر ازدواج که اگر دختر باکره باشه در امر ازدواج اجازه پدر شرط باید پدره. اجازه بگیره و اگر پدر نباشه اجازه خدمت تناز کنم که جده پدری پدره. فقای عظیم و شانم نسبت به این قضیه میگن که ولایت آنچنانی نداره پدر که مثلا شما با کجا برو کجا نار چی کار بکن چی کار نکن ولی در برخی از موارد که میفرماین نهی پدر و مادر از روی شفقت و مهربانی و دلسوزیه میگه مخالفت کردن با نهی پدر جایز نیست حتی امه. برای پسرها اجام. حتی برای منی که مثلا الله 50 سال از خدای تبارک عمر گرفتم شما که نزدیک 40 سال از خدای تبارک عمر گرفتی اگر پدر و مادر نهی کنه انسان رو از یک کاری و او فقط به خاطر دلسوزی و شفقت پدر و مادر باشه که البته جایز نیست با نهی پدر و مادر مخالفت کنه استاد شاید به ذهن بینندگان از من سال برسه که همین و میزان رشیده بودن چی از شما الان اشاره فرمودید که به سن قانونی برد. آیا این سن قانونی چیزی تعریف شده یه رشیده بودن فقط البته سن, قانونی که در به اصطلاح حقوق مدنی و اینا مشخص شده گفته 18 سال سن قانونیه. است زیر سن قانونی نیست یعنی نی. مثلا خب گواهی نامه گرفتن نمیتونه نمیفهم حساب بانکی باز کرده نمیتونه ازدواج زیر سن 18 سالگی فعلا مثلا غیر قانونی در قوانین مدنی ولی در به اصطلاح فقه معیار خاص آنچنانی از نظر سنی تعیین نشده میگن رشیده کسیه که به سن رشد رسیده یعنی چی یعنی این مصلحت خودش را و مفسدی خودش را میفهمه تشخیص میده خوب کامل تشخیص میده و توان اختیار داره توانی که کجا کار کنه کجا نکنه مم. با چی بگرده با کی نگرده تمام اینا را داره پس بنابراین قطعا از سن 18 سال این بالایه مم. چون خیلی از میل اوقات 18 سالهای ما مم. مم. ممکن در سن قانونی رسیده باشن که میتونن کار را قانونی است اما رشیده نیست نیسته. بله چون دیده میشه یگان و خب کسای اصلا سنشان زیادتر هم باشه ولی واقعا هم که فرمودید و سلاح خودشان نمیتونم سوال کردن که مصبت 93 76 14 61 در روستای ما یک حسینیه بزرگتر نو ساخته شده خدا خدا آیا مدرد. از اموال حسینیه قدیمی و کهنه میشه که در این حسینی جدید نو استفاده کنن مثلا از لاس بکر و یا چیزای دیگه در این زمینه جناب حسینیه بزرگوار شما در ایران هستید و بینندگان هم در ایران که اگر اموال وقف حسینی شده باشه یعنی گفته باشه اینی اموال مثلا لاس یا بلندگو یا فرش یا محراب یا هر چیز دیگه ای که در حسینی استفاده میشه به عنوان چی باشه به با عنوان وقف می اگر اگر نا... وقف ابن حسین کرده باشه جایز نیست حسین دیگه ما رو ولی اگر گفته باشه وقف همین حسین بله ولی اگر گفته باشه وقف عام کرده باشه گفتم بیر میخرم که در امورات هم مرد استفاده شود خب بله اینجا هم دی حسین میشه استفاده کرد هم دی دیگه و هر جای دیگه میتونی ببری ولی اگر خاص حسین وقف کرده باشه دیگه جای برده نمیشه امه. یا یک نفر دیگه میگه ما این می مال میتون در رستا ها جای دیگه میگه مال اولوسی ولوس یعنی مردمی آه. ولوس به اصطلاح پشتو است دیگه ولوسی یعنی مال مردمی مگه این مال باشه ولوسی مثلا یک دک خریده میگه ولوسی باشه یعنی چی یعنی مردم مثلا هر کس نیاز داشته باشه بیا دیگه دیگ ببره درش آشپزی کنه مم. و هر چی پخته کنه باز پس بیاره اگه این رقم هم باشه وسایل باز بهش کاری نداره میتونه چی دیگه نباشه باشه وسیله دیگه باشه هر جایی دیگه استفاده کنه ولی معمولا بیشتر اوقات وقتی که وقف میکنن وقفه وقفه خاص برای حسینی های خاص وقف میکنه او رقم اگر باشه دیگه بردنش از حسین به استفاده کرده در, در حسین دیگه جایز نیست حالا اگر اگر خم خب میشه دیگه هم حسین دیگه هیچ قابل استفاده نباشه یا مثلا دیگه طرح برابر شده یا باید خراب شه یا در دیگه نمیشه دیگر از باز بازو لوازم و او فرض دیگه فرضش ایست که اگر حتی در تعمیر از حسینیه هم اصلا دیگه گفته شما حسین رو بخی جمع کرد حسین یا در سرک و خیابان قرار گرفت ده او فرضش کار نداره چرا چون او حسینیه او دیگه موضوعیت خودش از دا دست داده یعنی دیگه هیچ کاری نمیشه حسینیه رو کرد برابر این حسینیه دیگه بازم, بازم. فرق دیگه اوش فرق نمیکنه چیده دیگه باشه چیده مسجد دیگه باشه اوش فرقه نمیکنه بسیار عالی خب و باز هم رسیدیم به زمان میان برنامه و تشکر میکنم از شما از آن که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید و پای گرنده ها باشید و بعد از دیدن میان برنامه انشالله با قسمت پایانی برنامه امشب در خدمت شما خواهیم بود <applause> و آل محمد و آل محمد سلام مجدد از کنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری بخش احکام مهمان لحظات شما خوبان هستیم و اما بیننده محترم ما به نمبر مثبت 93 77 4 نمبر آخر 10 32 دو سوال کردن فکر میکنم برسیم که دو سوال پرسان کنیم شخصی در یک مجلس زن خود را مانند برادران اهل سنت سه طلاقه کرده در یک مجلس آیا سه طلاقه سه طلاق واقع شده یا نه یا یک طلاق محسوب میشه یا اصلا طلاق واقع شده یا نه در این زمینه فقهای عظیم و شعن شیعه از جمله حضرت آیت الله العزبا سیستانی میفرمند که ما سه طلاقی به اون معنایی که در بین برادر اهل سنت و رایجه که مگه زوجتی فلان طالق 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 در یک جلسه سه طلاق میکنه به این کیفیت جایز یعنی موضوعیت نداره یعنی از ما کار جایز نیست به کار در فقه نیامده ولی در این رقم طلاق میشه که مثلا شخص زن خودش طلاق بده طلاق بده طلاق چی رجعی باشه ام. و در همون مجلس پس چکار کنه مراجعه کنه یعنی پس دوباره به زن خودش مراجعه کنه باز دوباره طلاق بده به زن خودش مراجعه کنه بار سوم اگر طلاق بده این میشه طلاق طلاق چی با این ام. یعنی طلاق با این میشه که دیگه با رجوع کردن این خانم دوباره زنش نمیشه پس باید دوباره او را عقد کنه ولی که سه طلاق در یک مجلس میته حضرت آیت الله علیه سیستانی میفرماید با تمام شرایط دیگه ای که در طلاق شرط است مثلا خانم در عادت ماهیانه نباشه دو شاهد عادل در جلسه طلاق چی داشته باشه حضور داشته باشه یک طلاق واقع میشه یک طلاق سه طلاق اینطور هم نیست که اصلا هیچ طلاق واقع نشود، مهم. سه طلاق واقع نمیشه بلکه یک, یک, طلاق, طلاق بشه بسیار سوال دوم ایشان که اگر شخصی در حالت غضب و ناراحتی زنش را طلاق بدهد آیا کلا این طلاق درست است بازم در این زمینه حضرات فقهای از شن، از جمله حضرت آیت الله سیستانی، یک سری شرایطی را برای کسی که طلاق میته یک سری شرایط را لحاظ کرده مثلا از جمله شرایط میگه که که طرف مثلا عاقل باشه یعنی در حالت جنون و دیوانگی و چیزهای دیگه طلاق نده از جمله یکی از شرایط که میگه که در حالت عادی باشه یعنی اگر کسی بس چنان غضبناک باشه که در او حالت یعنی مشاعر خودش از دست داده یعنی تصمیمی که میگیره تصمیم عاقلانه نیست میگیم دیگه چون وقتی که غضب پیش آمد غضب شدید اگر کسی در غضب شدید زن خودش رو طلاق داد بازم میگه طلاق واقع نمیشه حسین صاحب طلاق باید یک حالت نرمال زمانی که انسان در حالت چی قرار داره نرمال قرار داده طلاق باید صورت بگیره که اگر قرار باشه طلاق باشه بله خیلی دیگه استاد بحث طلاق اینا شده کمی رنگ برنامه چه شد عوض شد عوض شد مثبت <تصفح> 93 77 75, 75 41 ضمن عرض مانده نباشی ما هم به شما تشکر میکنیم که سوال رای کردین آیا شخصی که در اثر انتحاری کشته میشه آیا شهید محسوب میشه ما جناب حسین بزرگوار و بینندگان عزیز که در جریان هستن یک شهید فقهی داریم و یک شهید به معنای عام شهید به معنای فقهی او کسی است که در معرکه نبرد چه فرق نمیکنه معرکه نبرد که سابق بوده شمشیر و نیزه و چیزای دیگه بوده یا در معرکه نبرد فعلا خب قبلا به اذن پیامبر بوده جهاد یا به اذن امام بوده یا به اذن نایب خاص یا به اذن نایب چی عامش فعلا جهاد ابتدایی نیست یعنی که ما حمله کنیم به کشورهایی و بخوایم کشورها رو بگیریم و اونا رو به تحت سیطره خود ما در بیاریم همچنین مطلبی فعلا نیست. نیست. ولی جهاد دفاعی, 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 هست یعنی اگر سرزمین اسلامی مورد تعرض همچنان که امروزه خب برخی سرزمین های اسلامی مورد تعرض قرار میگیره و اگر شخصی در این رقمی در حالات دفاع از سرزمین اسلامی باشه و در جبهه نبرد کشته شود این شخص شهید فقیه شهید فقیه کیه شهید فقیه کسی است که اگر در معرکه کشته شود این غسل لازم نداره کفن لازم نداره با هنوم لباس شیر چی میکنن دفع میکنن که اگر کسی به دست بزنه چون اگر ما به بقیه مردگان دست بزنیم غسل مس میت واجب میشه ولی به چنین شخصی اگر ما دستم بزنیم غسل مس میت چیزی به گردن ما واجب نیست و اما بحث انتحاری یا حتی همین باز ادامش بدیم در همو اگر کسی در میدان نبرد مثلا زخمی میشه زخم میگیره اما این منتقلش میکنن در شفاخانه یا بیمارستان اونجا از اونجا میگیره بازم این شهید فقهی، نیست. نیست شهید فقهی نست. شهید فقهی, فقهی کسی است که در معرکه کشته میشه ولی اما کسی که در اثر انتحاری متاسفانه خب بازمی چند روز پیش چند روز که میتونیم تقریبا هفته پیش خب در کابل باز یک انتحاری انجام شد و یک ادهی بی و اینا شهادت رسیدن اینجا دیگه این شه... شهید به معنای عام یعنی شهید فقهی نیست اما درجه شهید داره ثوابی که خدای تبارک و تعالی برای عزیز لحاظ میکنه درجه و ثواب شهیده ولی او احکام فقی شهیده نداره یعنی غسل داره کفن داره و اگر کسی دست به بزنه به بدن سرچتی از این داره و خیلی جاهای دیگه هم هست مثلا میگن که اگر خانمی سر دنیا بره یعنی در وضع هنگام وضع حمل از دنیا بره میگه ثواب چی داره شهید داره کسی در راه طلب علم بره و خب در مسیر درنده بدره یا در چاه سقوط کنه یا ماشین بزنه یا هر چیز دیگه باز هم حکم شهید داره و خیلی جاهای دیگه یا انسان کسی در خانه انسان تعرض کرده در اثر دفاع از کسی که به خانه تعرض کرده خب کشته میشه این میگن که مثل شهید هست و الا ما شاء الله کل مجاهد فی در سر کارم میگه پیش و شهید فقهی نیست. شهید نیست و یاد روایت زیبا افتادم که فرمودن من مات علا حب علی مات شهید این مات شهید یعنی در حکم شهید درجه شهید درجه ولی طبعا. شهید فقی محصوب نمیشه مصبت 93 78 52 32 بیننده از ما سوال کردند که شخص زمین خرابه ای را که در حریم ملکش بوده آباد کردن ای در همان روستا نسبت به کار و اعتراض کردن آیا این شخص مالک یا آن زمین میشه یا نه جناب حسینی عزیز این بحث میگن بحث احیای زمین های موات آه. زمین های مرده زمین های که میرخم بلا استفاده مانده خیلی حالا ما وارد زیده میشیم که موات بل یا موات بل آرزه یعنی مرده که از اموال میرخم مرده بوده یا نه زمین احیا شده بوده, بوده. بعدا مرده کار با اون نداریم در فقه پس ما یک چیز داریم به نام احیا یعنی آباد کردن زمین که اگر کسی میگه زمین رو آباد کنه مالک همون زمین میشه بره. ولی فعلا در کشورهای اسلامی ای تابع قوانین کشورهای بر چون مثلا این رو میتونیم بگیم قبلا آباد کردن خب زمین ها خیلی سخت بود مثلا یک نفر که میخواست زمین آباد کنه مثلا ممکن بود در ده روز بیست روز سی روز یک سال بتونه یک زمین چی کنه آباد کنه مم. ولی امی الان یک نفر پیسدار یک بیل رو بگیره چل پنجا دنم کارگره بگیره بره بیفته جان زمین های مواد مثلا پشت خانه مم. ما این دو روزگی کلی که زمین کده رو بره آباد کده میره بنابراین چون با توجه به پیشرفت تکنولوژی و صنعت و ای گپا کشورها آمدن یک سری قوانین را بحث کردند از جمله قوانین خیلی از کشورها سرزمین های کمی هایی که افتاده اینا را افغانستان میگه سلطانی یعنی مثل کوه مثل دره ها مثل جاهای دیگه در فقه اینا رو میگن انفال مثل می و دره ها و جاهای دیگه و معادل که در اصل مال پیامبره در نمود پیامبر مال ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ولی فعلا پس تابع قوانین کشورهای که اگر دولت چون این اجازه ای رو میده که او زمین پشت خانه خودشه پشت زمین خودشه احیا کنه و بله مالکش میشه اما اگر دولت این قضیه قانون داره و حضرت آیت الله العظما سیستانی میفرمد که قوانین که در کشورها هست و این قوانین مخالف با روح اسلام نیست این قوانین از نظر حضرت آیت الله سیستانی یعنی تایید شده است پس نگاه کنه به قانون احتمالا اون مردمایی هم که قال مقال اونجا راه انداختن شاید به خاطر از این قضیه باشه ام. که دولت ممکن است اجازه نده این تو نمیشه دیگه اگه امروز ما اینجا رابط کنیم یکی دیگه جای دیگه را آباد کنیم یکی دیگه جای دیگه را آباد کنیم این کار سخت میشه حالا ما که فهمیدم پنج صدا را خب تکنولوژی هم پیشرفت کرده دیگه جای بوده که حالا نمیفهمم چین بوده یا ژاپن بوده ساختمان اصلا ساختمان ده طبقه را در یک روز در 24 ساعت ساختن بله و, و احیای زمین مواتم که در فقه بوده بیشتر ملزی بده که فقیرها و مستمندای اونایی که صاحب زمین نیستن در تلاش و کوشش به یک زمینی به یک آبادی برسن ولی آلی اگر بگن برین آباد کنین اتفاقا دست از او فقیر بیچاره به هیچ جای بند نیست بلکه او پولدار و سرمایه‌دار و دار او دستش بیشتر به جایی میرسه و بتونه زمین بیشتر را به دست بیاره بله و روز به روز رقم که باشه تضاد طبقاتی زیادتر بله. شده میره مثبت 93 افتاده هفت چهار آخر افتاد پینجام فکر میکنم با زمانی که داریم سال آخرین سوال موشم سوال هستش دیگه زمان نمیمونه در نوشته کردن که من زنی هستم که چند سال است شوهرم ف... فوت کرده خدا رحمتش کنه خدا رحمتش کنه حالا میخواهم با مرد دیگر ازدواج کنم آیا میتوانم در همان خ... امان خانه سابقه و کنار فرزندانم زندگی کنم بدون که کرای خانه بتون اول که ای خانم وقتی میخوای ازدواج دیگری انجام بدهد با یک مرد دیگر تمام نفقه های از این خانم مم. با عهده همو شوهر است که از جمله نفقه مکانی که این خانم درش میکنه زندگی میکنه یا میخوای براش بخره میخوای براش اجاره کنه میخوای هر کاری دیگه یعنی پس تمام نفقات به گردن از این خانم و خانم از شوهر سابق خودش هم ارث میبره دیگه ارث برده برنخان. از خانه هم ارث میبره اون تا در فقه این رقم است که زن از خود خانه و از خود زمین ارث نمیبره بلکه از قیمتش ارث میبره از چی از قیمتش از, قیمتش. از قیمتش. مثلا اگر خانیش یک لگف خانه میرسیده این خانم از خود خانه ارث نمیبره چون اگر از خود خانه ارث ببره این رقم میشه که خود خانم با بقیه ورثه ها ده این خانه به صورت مشاع میشه وارث میشه نه این رقم خود زن یعنی زن که میگیم فقط زن باید. نه که دختر آدم، مم. دختر نه، دختر, دختر نه دختر نه دختر، او جز فرزند میشه زن پس زن از خود خانه ارس نمیبره، از خود از زمین ارث نمیبره، بلکه او زمین خانه. و او خانه باید قیمت شود و به همون اندازه که حالا یا یک هشتم گاهی از اوقات زن ارس میبره، گاهی هم چی یک چهارم ارث میبره که زمانی که اگر که اصطلاح مردی که از دنیا رفته باشه فرزندی داشته باشه، به جایش مانده باشه، خانم چل میبره، یک, یک هشتم که اگر فرزند نداشته باشه، از چهار یک, 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 یک قسمت خب پس بنابراین خانم هم که قطعا از شوهر خودش گرفته بنابراین الانم که زن کسی دیگه شده وچی برای ازی که که این خانه زندگی کنه نداره مگر که به ورسه ها که بچه هاش باشه اجاره آه. آه. بله. عجب. بله بسیار خب، استاد محترم به... ما میخوایم که در حق ما و بینندگان در آخر برنامه یک دوام بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل خدایا ما را عامل به با این آنچه که یاد میگیریم عامل قرار بده الهی وجود نازنین امام زمان را از محفوظ بدار الهی ظهور شام بفرما الهی ما را از اعوان و یاران و اون امام بزرگوار قرار ده. اللهم, اللهم صل على محمد اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرجهم تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید تا دیدار بعد همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم خدایا رو نگهدارتان